کتاب‌های تاریخ، مجسمه‌های قدیمی، تالارها، ستونها، دیوارهای کاخهای قرون گذشته و حتی نچندان دور از روزگار ما همیشه از مردان و زنان بلند بالا و ستبر و چارشانه سخن گفته و همچنین در دل سنگ خارا نقوشی از آن جمله مردمان حجاری شده است. نظامیان و سربازان جنگجو از میان مردان بلند قامت انتخاب می شدند. هنرپیشگان هالیوود نیز از قد و قامت زیبا و بلندتر از معمول بهره بردند. ورزشکاران نیز در برخی زمینه‌ها قد بلندشان سبب انتخابشان برای تیم‌های مختلف ورزشی می‌شود. از آن جمله ورزش بسکتبال است و به خصوص در رده حرفه‌ای آن که در آمریکا بسیار هم مورد توجه مردم است. مربیان ترجیح می‌دهند کلیه افراد تیم دارای قدهای بالای 2 متر باشند. حتی برای این مقصود زحمت سفر به کشورهای مختلف جهان را بر خود هموار می‌سازند و به طور مثال از چین تا آفریقا و از آسیا تا اروپا بازیکنانی در تیم‌های مختلف آمریکا شرکت دارند. از آن جمله حامد حدادی از ایران، موتومبو از آفریقا و یالمینگ از چین و سابوینیس از اروپا جز مردان بلند قامت بسکتبال جهان و آمریکا هستند. گذشته از این قهرمانان و نام‌آوران، دیگر مردمانی هم هستند که دارای قد و قامتی رشید هستند و گمنام به سر می‌برند. مؤسسه گینس که دارای کتابی است که از مردمان و کارهای غیر متعارف ثبت و ربط شده است، نیز به دنبال بلندترین مردمان جهان است. سلطان را در ترکیه یافته و او را به نیویورک آورده و در خیابان برادوی آقای سلطان مشغول قدم زدن است. سلطان می‌خواهد تمام دیدنی‌های نیویورک را ببیند و عکس بگیرد و به رسم سوغات به ترکیه ببرد. سلطان دارای قدی به طول 2 متر و 43 سانتی‌متر است. گینس بوک در گذشته هم مردان و زنان دیگری را نیز یافته و با هم به قامت همچون سروشان به تماشا می نشینیم. متاسفانه بعضی از این اشخاص بسیار بلند قد مشکلاتی در راه رفتن و حفظ تعادل خود دارند. تهیه لباس و تخت خواب و صندلی و اتومبیل و کار که دیگر چه عرض کنم. تصورش را بفرمایید که در مورد تشکیل خانواده و زن و فرزند هم چه مشکلاتی در پیش خواهد بود.